تا چای دم کنه این شیرینی فوری فاتیمونم آماده است. شیرینی زبون یکی از خوشمزه ترین و در این حال ساده ترین شیرینی های ایرانیه که امروز میخوام بهتون آماده کردنش با خمیر هزالا رو یاد بدم. و برای این شیرینی فقط و فقط به دو قلم نیاز داریم. بریم که با هم دیگه این آموزش رو ببینیم. سلام دوستای خوبم، خیلی خوش اومدید. من الا هستم و اینجا چنل الا تایمه. امروز میخواییم با هم دیگه فقط و فقط با دو قلم شیرینی خیلی خیلی خوشمزه و ایرانی زبون رو درست بکنیم. بریم که با هم دیگه همراه باشیم. برای درست کردن این خمیر امروز من از خمیر آماده هزالا استفاده میکنم و همچنین برای شربت بارش هم از عسل استفاده میکنم. اما همونجور که میدونید هم میتونه خمیر هزالا رو خودتون توی خونه درست بکنید و هم شربت بارش رو میتونید به صورت استفاده از شکر و گلاب و یه مقدار آب و یه کوچولو آب لیمو بذارید روی گاز تا بجوشه و اون شربت باری که همیشه برای بقیه شیرینی ها و زولبیا بامیه و چیزای دیگه هم استفاده میکنید داشته باشید. در ابتدا من به حدود 4 تا 5 قاشق مرباخوری عسل احتیاج دارم که اونو میریزم. ببینید شما میتونید فقط و فقط از عسل و یه 2-3 قاشق غذاخوری آب استفاده کنید برای این شربت بار که در واقع میشه همین عسل و نون و میشه همون دو قلم. اما اگر دوست داشتید میتونید یه کوچولو بهش زعفران دم کرده و یه کوچولو بهش گلاب اضافه کنید. یه قاشق مرباخوری من گلاب اضافه کردم، همین مقدار من بهش زعفرون اضافه میکنم که باعث خوش رنگ تر شدن شربت بارمون میشه. 2 قاشق مرباخوری آب گرم اضافه میکنم. اینو هم در نظر بگیرید که نباید آبو زیاد بریزید که باعث شل شدن عسلتون بشه. 2-3 قاشقتون رو اضافه کنید. اگر دیدید که بعد از اینکه کامل اینو حل کردید یکم سفت هست بعد بهش بیشتر آب اضافه کنید. خب نونتون هم که اگر توی فریزر بوده بذارید از قبل تا باز بشه یه مقدار یخش و الان باید که اینو پهن بکنم. حتی کارم آرد پاشی میکنم. اون خمیره که من میخورم اکثرا اینجوری هم خمیرتون رو باز کنید خیلی کم. حالا کاری که میکنیم روی این لایه رو از شربتی که داریم کامل آغشته میکنیم. خب میرم سراغ دومی. دومی هم باید به همین حالت همین کار رو انجام بدیم. باز من یه مقدار سطح همه حالت آردی میکنم. اینو هم روش پهن میکنیم. حالا با بردنه دوباره اینا رو یه مقدار حالا من موادم زیاد زده بودم یه خورده ازش ریخ بیرون اشکال نداره. سطح خمیر دوم رو هم شربت میزنیم. توی این مرحله ما باید با استفاده از کاتر دور اینو کاملا یه دست ببریم. اگر شما قالب شیرینی زبون دارید، همون قالبای زبونی شکل فلزی، حتما از اون استفاده کنید دوستان. ولی من چون که قالبش رو ندارم، یعنی ایران داشتم نیاوردم با خودم، به همین علت از همین شکل مستطیل استفاده میکنیم که حالا این شکلش هم استفاده میشه. اینو من نصف میکنم، تقریبا 10 هستش، من نصفش میکنم که بشه 5 و از این ورم بهتره که لایه ها بین 2-3 سانت باشن. اندازه ها رو زدم. خب توی این مرحله من بعد اونا رو انتقال بدم به سینی فرم
دقت کنید نکته‌ای که اینجا هستش، شیرینی ها رو حالا من یه سری ها درست کنم که اونور پرش با هم میذارم تو فر، ولی بعد از اینکه گذاشتید روی سطح شیرینی و عمیق نه، یه برش خیلی سطحی با همون چاقوی خیلی معمولی بزنید به این صورت، همون چاک معروف شیرین زبان. دیگه این شیرینی ها سطحشون هم که شربت داره، اگه خوش شده بود احساس کردین خشکه، روی سطحش رو شربت بار بزنید و توی فر بذارید. معمولا برای خمیر هزالا 20 تا 25 دقیقه توی دمای 180 درجه کافی هستش و بعد که تموم شد میتونید با هر چیز دلخواهی مثل پودر نارگیل، پودر قند، پودر پسته، گل محمدی، به هر چیزی تزیینش بکنید. سری دوم هم درست کردم و الان میبرم میذارم توی فر و دیگه بعد از 20 دقیقه آماده است. اجازه میدین تا یه 3-4 دقیقه بمونن از اون گرمای اولیه‌شون بیفته، به خاطر اینکه اگه الان بهش شربت بار بزنیم باعث خمیر شدنش میشه. شیرینی‌های فوری فوتی و سسوت تمون که مطمئنم همتون شیرینی زبون رو دوست دارید و اگه چای تازه دم باشه 100% هوادارشید. مرسی از اینکه مثل همیشه با ویدیوی من همراه بودید. ممنون میشم که با لایک و کامنت حمایت کنید. تا ویدیو آموزشی بعدی، خدا نگهدار.